بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی شهر آودی ایفکای اوکراین اگر درست تلفظ بکنم ظاهرا سقوط کرده طبق چیزی که در اخبار میاد میخوایم سفری به اوکراین داشته باشیم و ببینیم اوضاع از چه قراره داریم در رابطه با این منطقه صحبت میکنیم که در شرق اوکراین واقع شده و بررسی اتفاقاتی که پیرامون افتاده میتونه درس برای ما داشته باشه در رابطه با جمهوری آذربایجان و اقداماتی که مثلا طالبان در افغانستان داره انجام میده خب اوکراینی ها اعلام کردن دلیل این عقب نشینیشون از این شهر کمبود تجهیزات و تسلیحات هست که من میخوام بگم همش این نیست نمیخوام بگم این نیست همش این نیست چون علا رقم تمام کمک هایی که آمریکا و اروپا به اوکراین داشته در جنگ با روسیه این اواخر با اما اگرهای مواجه بوده یعنی کمک هایی که قطر چکانی شده و از اون طرف نگرانی هایی وجود داره مبنی بر اینکه اگر اوکراین در جنگ با روسیه شکست بخوره این یک پیامد منفی برای آمریکا و اروپا خصوصا اروپا چون آمریکایی ها در تمام جنگ ها ماهی خودشون رو از آب گلالود میگیرن چند روز پیش بود که گفتم نیروهای اوکراینی با کمبود مواجه شدن علی رقم تغییراتی که در ارتش این کشور رخ داده اما نیروهایی که به صورت ایدئولوژیک با اراده و ایمان راسخ بخوان بیان جلو دیگه وجود نداره این اتفاقات در شرق اوکراینی داره صورت میگیره که بعد از اون یورو میدان و انقلاب 2014 که رخ میده دو استان بزرگشون مثل لوهانسک و دونتس که میشه گفت در برگیرنده بخش عظیمی از منطقه دونباس بودن اینا اعلام استقلال میکنن و به صورت خودمختار اداره میشن چیزی که اونجا وجود داره بحث زبان روسی هست در این منطقه یعنی 80 90 درصد اینها زبان روسی دارن در کنار این زبان روسی گرایشاتی هم نسبت به روسیه دارن دقیقا همون اتفاقی که در برخی از مناطق جمهوری آذربایجان افتاده و ما از اون قافل هستیم شما نگاه بکنید الان جمهوری آذربایجان و ارمنستان دارن وارد درگیری ها و تنش هایی میشن که این میتونه برای ما دوباره هشدار داشته باشه مثلا جمهوری آذربایجان ارمنستان رو متهم میکنه به اینکه یکی از سربازان مرزی ما رو شما زدید اونا هم فیلم منتشر میکنن شما حمله کردید چهار تا رو زدید اینکه برخی دوستان و هموطنان ما ارق ملیشون پر رنگ تر از بقیه است و میگن باید باکو رو بگیریم بحرین رو بگیریم یه بخشی از افغانستان که روزگاری جزء ایران بوده رو بگیریم این اصلا معلشکال نیست فاهم خوب اگر کسی اینطوری نباشه باید به شک بکنی اما در راهکار مشکل دارن اینها اون چیزی که ما بهش نقد داریم راهکار اینهاست که مثلا شما سی سال چهل سال عقب افتادگی رو بذاری کنار یه شبه بخوای به اون اهدافت برسی مثلا من چطور باید با تالشی هایی که اونجا هستن ارتباط برقرار بکنم چطور باید جلو تحریف تاریخی، ادبی، سیاسی و فرهنگی رو بگیرم؟ ببین همین امروز که من با شما صحبت میکنم در افغانستانی که طالبان حاکمیت اونجا رو به عهده گرفته شما شاهد اقداماتی هستی برای کنار گذاشتن زبان فارسی مثلا الان میاد به دانشگاه میگه پاهنتون آیا با پاهنتون گفتن به دانشگاه ماهیت دانشگاه عوض میشه خیر ماهیت و کارکرد دانشگاه عوض نمیشه اما استحاله این واژگان در بلند مدت منجر به تحریف تاریخی میشه مثال میگم شما یک متن تاریخی داری که به زبان فارسی نوشته شده وقتی این زبان برگردان میشه یک واژه میتونه مترادف های مختلفی در زبان جدید داشته باشه که اگر کمی شیطنت داخلش باشه اون واژه رو تعبیر میکنه به اون چیزی که دلخواه خودشه خطر از همینجا شروع میشه و ادامه این روند منجر به تجزیه میشه یکی از چیزهایی که خیلی خطرناکه همون نجات پرستی یا خود برتربینیه مثلا شما وقتی درباره پانکورت ها صحبت میکنی متفاوت از چیزی هست که درباره پانکورت ها صحبت میکنی یا اگر میخوای درباره آذربایجان صحبت بکنی خیلی متفاوت تر از چیزی است که درباره افغانستان میخوای صحبت بکنی و تصمیم بگیری مثلا پانکورت ها این نگاه رو دارن که چون به ما ظلم شده است ما باید بریم یک جا متمرکز بشیم کورت های ایران، عراق، سوریه و ترکیه رو جمع بکنیم یک حکومت مستقلی داشته باشیم اما وقتی با پانتورک ها صحبت میکنیم میبینی نه اینا اصلا فازشون چیز دیگه ایه یعنی بحث خود توش پررنگتره. البته که تمام این پان ها محکوم هستن چه پان باشه چه پان باشه چه پان عرب باشه اما میخوام بگم اون ایده و تفکری که پشتشون هست با هم دیگه فرق میکنه شما الان تو همین اوکراین اوکراینی که داریم دربارش صحبت میکنیم وقتی با مردم شرق اوکراین صحبت میکنی گرایشاتی به سمت روسیه دارن حالا این گرایشات ناشی از چیه میتونه ناشی از عدم موفقیت حاکمیت در اوکراین باشه شما وقتی کسی مثل زلنسکی رو میاری بر مسند قرار میدی یک آدم دست نشانده که تا دیروز مثلا توی سیرک بوده شاهد شومنبازیش بودی خب این چطور میخواد یک حاکمیت رو مدیریت بکنه از اون طرف همین مردم کسی رو در نقطه مقابل میبینن مثل پوتین کسی که اندیشه احیای شوروی سابق رو داره به شدت آدم میهندوستیه یعنی تمام تلاشش رو میکنه الان نگاه بکنید دلیل حضور روسیه مثلا در منطقه ما چیه بعضیا میگن آقا مثلا روس ها اومدن کمک ایران کنن که داعش رو از عراق و سوریه اخراج بکنه مثلا یه دلیلش اینه ظاهرش اینه دیگه شما میگی چرا خوبه اینا اومدن مثلا تو بحث هوایی کمک کردن و خیلی هم خوبه اما یه بحث دیگه اینه که اونها میخوان تو منطقه حضور داشته باشن میخواد سرشاخ بشه با قدرت های دنیا که میدونه اگر اینجا رو از دست بده فردا ترکیه شیطنت هایی خواهد داشت اگر ایران روزی قویتر از چیزی که امروز هست بشه میتونه سرشاخ بشه با اونها بنابراین با ایران همیشه کجدار و مریض برخورد میکنه کجدار و مریض میدونی دیگه یعنی چی یه لیوان رو شما کج بگیر تا نصف توش آب باشه نمیذاری این لیوانه آبه بره پایینتر نمیذاری بریز زمین کجدار و مریض یعنی نمیخواد ایران اونقدری تضعیف بشه که تو منطقه مثلا این همکاریایی که امروز میشه رو از دست بده نمیخواد ایران اونقدری قوی بشه که مثلا به اصطلاح امروزی ها شاخ بشه بر اونها بنابراین نگاهی که نسبت به حاکمیت ها وجود داره میتونه یک عامل جذب باشه چرا الان خیلی ها جمهوری اسلامی رو دوست دارن در حالی که تو ایران نیستن مثلا برخی از مردم منطقه خودمون طرفدارانی که رهبری در کشورهای همسایه داره طرفدارانی که رهبری در آمریکا و در اروپا داره که خیلی از اینا اصلا ایرانی هم نیستن ها یه موقع شما میگی آقا طرف ایرانی ساکن آمریکاست رهبرش هم دوست داره حالا یا درست یا غلط یا هر چی یه ارقی به کشورش داره یه ارقی به حاکمیت داره نه این نیست فراتر از اینه اون آدمه میشینه نگاه میکنه میگه دوروبر ایران کیا هن؟ پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، نمیدونم سوریه همه این کشورها رو میبینه میگه آقا 44 سال علا رقم تمام این تحریم ها علا رقم تمام فشار ها علا رقم تمام دشمنی ها ببین تو چند روز گذشته یه انفجاری تو خط لوله گاز رخ میده حالا چند تا شهر و روستا و اینا درگیر میشن جای خود میخوام بگم کشوری به این پهناوری انواع و اقسام دشمنی ها رو داره تو حوزه نظامی تهدیدت میکنن تو حوزه فرهنگی تو با یک استحاله فرهنگی تهاجم فرهنگی مواجه هستی تو حوزه سیاسی میخوان منزویت کنن تو حوزه اقتصادی میخوان بهت فشار بیارن انواع و اقسام تحریم ها تو اینجا بحث امنیت داخلی این انفجارهایی که میشه اقدامات تروریستی که میشه این خط لوله گاز ببین همه کاری داره باد میکنه یه وجب از خاکت رو ندادی در چهل و چهار سال کسی نتونسته به چپ نگاه بکنه این یعنی چی آیا چیزی جز خروجی این حاکمیت اینها به معنای نفی مشکلات اقتصادی و اینها نیستا اینها رو با هم قاطی نکنید شما یه جای دنیا رو به من نشون میده که مشکل اقتصادی نداشته باشه همین یمنی که امروز انگلیس رو میزنه کشتی انگلیس رو میزنه اقتصاد انگلیس وارد رکود شده همین آمریکایی که با یمن در منطقه درگیره تورمش داره افزایش پیدا میکنه برای اینکه بیاد تورم رو کنترل بکنه یه سری سیاست های پولی و مالی رو جدیدا بروز روز میکنه آپدیت میکنه یعنی او هم در معرض این مشکل وجود داره بنابراین چیزی که داره اوکراین رو رو به زوال و شکست میبره فقط بحث نبود تجهیزات نیست فقدان یک حاکمیت کارآمده فقدان یک ایمان قوی در نیروهای نظامی شه. چون سست میشه چیزی که مبتنی بر اعتقاد نباشه تهش اینه که طرف پنچر میشه تو همین دفاع مقدس خودمون ببینید طرف به زور میرفت جبهه یعنی چی یعنی اگر سنش نمیخورد میومد چی میگفت میگفت من باید برم شناسنامه‌مو درست کنم که بتونم برم در جنگ شرکت بکنم اما تو همین جنگ اوکراین جنگ روسیه و اوکراین که همون ابتدا شکل گرفت و آغاز شد خیلی ها فرار کردن از اوکراین یه جمعیت زیادی از کشور خودشون فرار کردن به خاطر جنگ نمیخوام بگم تو ایران هم اینجوری نبود تو ایران هم بودن یه همچین کسایی که رفتن اما در کنار اون نیروهای فراری نیروهایی هم بودن که مثالش رو زدم شناسنامه رو دستکاری میکرد که بره نیروهایی بودن که از یک خانواده نه تا شهید داریم خانواده 7 شهید هشت شهید کار بزرگیه بنابراین چیزی که وجود داره جنگ رو فقط تسلیحات اداره نمیکنه. مهمتر از تسلیحات نیرو اراده و ایمان راسخ هست عشق به وطن هست اعتقادات قوی هست چیزی که در برخی از کشورها ما نمی بینیم اینو ببین الان تو افغانستانی که ما داریم دربارش صحبت می همین افغانستان چقدر از مردمش از این کشور خارج شدن به نسبت جمعیت حساب بکنید دیگه میگن یعنی آقا اشغالگری شوروی بوده اشغالگری آمریکا بوده و الانم طالبان خب من برای اینکه به افغانستان کمک کنم به عنوان کشور خودم نگاه کنم بگم آ اینجا کشور منه چیکار باید بکنم باید بذارم برم یا نه باید مقاومت کنم خب باشه میخوام مقاومت کنم چه جوری مقاومت بکنم در جایی که نیروها احزاب مختلف جریانات سیاسی مختلف مقابل همان من چطور میتونم به این افغانستان کمک بکنم شما نمیتونی اون افغانستانی که کشورشو گذاشته رفته آمریکا، اروپا یا جای دیگه دنیا دلیلش یک چیزه نبود حاکمیت خب ای آقا ما میخوایم یه کار بکنیم که حاکمیت به وجود بیاد خب نبود اتحاد قبل از حاکمیت شما از سال 42 تا 57 که در ایران انقلاب میشه یه نهزتی را میفته یه امام خمینی داری که مردم رو آگاه میکنه دور هم جمع میکنه اما این رو در افغانستان شما نمیبینی اون نهزت منجر به انقلاب 57 میشه اما در افغانستان یک مرجع تقلیدی از قوم بلند میشه میره آیت الله محقق کابلی خونش رو بمباران میکنن کیا برید پیدا کنید کیا بودن این کارو کردن خب شما تو همین افغانستان با مردمانی سر و کار داری که مسلمونن حالا هم از شیعه و سنی اما چه اتفاقی میفته که اینها مقابل هم میستن نه فقط شیعه و سنی بلکه در بین اهل سنت هم مقابل هم ایستادن در شیعه هم مقابل هم ایستادن یک گروه جهادی به اسم فلان میاد در مقابل فلان گروه جهادی میسته تاریخ تمدن و فرهنگ افغانستان داره قربانی زیاد خواهی یا کچفهمی داره میشه دلیل همه اینها نبود یک اتحاد بین مردمانشه مردمان این کشور رو هم سیاسیون دارن مدیریت میکنن اما در اینجا در ایران ما علا رقم تمام اختلافات که وجود داره یک وحدت ملی در مناسبت های مختلف فرهنگی اجتماعی و اعتقادی شما می‌بینی. خود این وحدت و پشت حاکمیت ایستادنه علا رقم تمام فشارهایی که وجود داره باعث شده این امنیت تضمین بشه باعث شده اراده راسخ داشته باشه که آمریکا بیاد تو منطقه ابرقدرت دنیا به بهانه لشکرکشی به یمن بیاد اعلام کنه که آقا ما با ایران جنگ نداریم با جمهوری اسلامی ما مشکلی نداریم یه اتفاق بزرگ دیگه کی این رو رقم زده حاکمیتی که پشتش مردمن اما شما این رو در اوکراین نمیبینی اتفاقی که اگر میافتاد اینها مقابل روس ها ایستاده بودن یه کمکایی هم داشت میشد از آمریکا کمک میشد از اروپا داشت کمک میشد بله شما الان میتونی بگیم مثلا اوکراین با روسیه قابل قیاس نیست اما یه ناتو پشت اینا ایستاده اصلا بحث یورو میدان چی بود اون اعتراضاتی که شکل گرفت ناآرامی هایی که صورت گرفت اون جو متشنجی که در اوکراین بود برای چی بود برای اینکه اینها بیشتر به اتحادیه اروپا نزدیک بشن روابط مستحکم تر بشه قوی تر بشه پس اگر ما یک حاکمیتی داریم که سر پای استاد الحمدلله و یک وجب از خاک این کشور رو نداده به خاطر اون حاکمیتی هست که مبتنی بر حمایت مردم و ایدئولوژی داره شما نگاه بکنید همین میدون آزادی که نماد انقلاب ماست در بره های مختلف شاهد حضور مردمه مردمی که از همین میدون خاطراتی دارن انقلاب کردن بعد از چندین سال همچنان تو این میدون جمع میشن برای دفاع از اصل حاکمیت ببین شاید شما به افراد و اشخاص و اینها اعتراض داشته باشی یا اما این رو میدونی که این کشور اگر امنیتی داره که هیچ کس نمیتونه بهش چپ نگاه بکنه به خاطر نیروهای مخلصیه که داره بله در درون این کشور کسایی هم هستن که نخالن شاید دارن خیانت میکنن به مردم به دولت به حاکمیت شاید دارن از بیت المال میکنن میبرن شاید اهل رانت و فساد و این هم باشن اما کلیت رو باید ببینی پس اگر روزی روزگاری من خواستم بخش های جدا شده ایران رو برگردونم برای هر کدومش باید پلن مخصوص خودش رو داشته باشم با بحرین یه جور برخورد کنم با جمهوری آذربایجان یه جور برخورد کنم شما کاری که در جمهوری آذربایجان میکنی متفاوت از کاری است که در افغانستان باید انجام بدی در جمهوری آذربایجان میای چیکار میکنی در حالی که با ارمنستان دارن دوباره تنشهایی رو رقم میزنن که منطقه رو به آشوب بکشن و ملتهب کنن تو میایی با ارمنستان 19 قرارداد میبندی تو همین یکی دو روز گذشته حالا اگر فرصت بشه انشالله تو برنامه بعدی بهش اشاره میکنم اما تو افغانستان چیکار میکنی وقتی شیطنت طالبان در مرز زیاد میشه یه 24 ساعت مرز رو طرف فلج میشه میفهمه طالبان متوجه میشه که نه با ایران نمیشه سرشاخ شد حالا آیا همون کاری که در بحث جمهوری آذربایجان میکنی در افغانستان هم جواب میده در افغانستان مرحله اول روشنگریه ببین در بحث اتبار غیر مجاز افغانستان که به ایران ورود داشتن شاید تا دو سال پیش شما حرف میزدی یه از همین افغانستانی های محترم در داخل کشور گارد میگرفتن اما وقتی روشنگری میکنی که آقا اینا دارن چه رو رقم میزنن اینا حتی ممکنه به ضرر خود شما تموم بشه که داخل ایران دارید با امنیت زندگی میکنید میشینن فکر میکنن میگن راست میگه یه تاجیکستانی میاد توی افغانستان با چند تا افغانستانی میاد مثلا آموزش میبینه بعد وارد ایران میشه میره در شاهچراغ فلان اتفاق رو رقم میزنه میره در کرمان در گلزار شهدای کرمان مراسم سردار دلها برگزار میشه ببین ایرانی ها سر سردار سلیمانی با کی تعارف ندارن که این عشق و علاقه و محبت که بهش به خاطر چیه به خاطر وطن دوستیشه به خاطر ارق ملیشه به خاطر غیرتی که در برابر دشمنان مردم ایران داشته خب وقتی این اتفاق تلخ اینجا رقم میخوره که معلوم میشه آقا منشأش از فلانجا و فلانجا بوده که اومدن در افغانستان این کارو کردن خب حالا من توجیه عقلی و منطقی برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز دارم و اخراجشون که اگر اینها بیان برای تو طبعه افغانستانی که قانونی اومدی داری زندگی میکنی 20 سال 30 سال اینجایی خب این امنیت تو به خطر میندازه جایگاه تو به خطر میندازه ممکنه فردا خودت هم اخراج بشی به خاطر اقدامات این همراهی میکنه یعنی اینجا اول باید ذهن ها رو آماده کنی که این مشکلات وجود داره و بعد بری سراغ پلن های بعدی وگرنه اگر بخوای یک بار اقداماتی انجام بدی چندین میلیون انسان رو بخوای مثلا اقدامی که پاکستان کرد در قبال اونها انجام بدی خب مخاطرات امنیتی داره اون سیاستی موفقه که بتونه این مخاطرات امنیتی رو خنسا بکنه یکی از کارکردهای رسانه در دوره معاصر که اصر رسانه است همین مسئله است که ما بتونیم افکار رو مدیریت بکنیم بتونیم مدیریت بحران کنی اگر یک کلیپی اومد بیرون از ایرانی و افغانستانی مدیریت کنی تشنجه بیشتر نشه اگر اتفاقاتی در جمهوری آذربایجان میفته اول مردم خودت رو توجیه کنی که آقا دشمن با این نگاه خود بر تربینانه مثلا آذری ها نسبت به کردها نسبت به لورها نسبت به فلان داره اقداماتی رو انجام میده تو تو این بازی نیفت تو تو این تله نیفت که آقا ما برتریم چون مثلا زبانمون آذریه چون مثلا فلانیم چون این گرایشات به ترکیه رو داره بیشتر میکنه اصلا آذربایجان اینجا خودش قربانی میشه اون نگاه پان ترکیز خود جمهوری آذربایجان رو قربانی میکنه ولو اینکه در ظاهر فکر کنی داری به نفع اون حرف میزنی اما تو داری تو زمین ترکیه بازی میکنی ترکیه که اگر بری تاریخ رو بخون آقا تاریخ بخون مشکل ما اینه که تاریخ نمیخونیم اگه تاریخ بخونیم خیلی از این مشکلات ما خود به خود برطرف میشه یعنی اون گره های ذهنی که داریم نسبت به حاکمیتمون نسبت به تاریخمون تمدنمون و دشمنانی که وجود داره امیدوارم که این اتفاق بیفته و میزان مطالعه در کشور ما بالاتر و بالاتر بره یا علی التماس خدا نگهدارتون